حوزه ریاست جمهوری رونالد ریگان در لس آنجلس در روزهای منتهی به روز بین‌المللی یادبود هولوکاست میزبان نمایشگاهی با عنوان آشویتس بود. هفتاد و هشت سال پس از آزادسازی اردوگاه مرگ آلمان نازی، نمایشگاه بزرگی با 15 ایستگاه و 400 قطعه شامل ابزار بجامانده از آشویتس تلاش می‌کند تا به بخش‌های درک نشده و کمرنگ‌تری از تاریخ نور بتاباند. Most people don't learn in history or learn in school about the era. اهمیت یادآوری اون دوره تاریخی مهمه، حتی بیش از اون چیزی که به عنوان تاریخ هولوکاست در مدارس تدریس میشه. از لحاظ جمعیت شناسی تغییرات بنیادین تعیین کننده در قرن 20 رخ داده که هنوز به نوعی تکرار یا تبیین اون تغییرات رو در قرن 21 شاهد هستیم و این نمایشگاه میخواد تحولاتی که به هولوکاست منجر شد رو ارزیابی کنه. To the evolution of what led to the Holocaust period. این نمایشگاه با تاریخ یهود آغاز می شود و تا سال روز آزادسازی آشویتس توسط ارتش سرخ شوروی ادامه می یابد. ظرف 4.5 سال آلمان نازی به طور سازمان یافته دست کم 1,500,000 نفر را در این کمپ مخوف به قتل رساند که حدود 1,000,000 نفر از آنها یهودی بودند و البته سایرین شامل شهروندان لهستانی، اسرایی از شوروی، روماها، سینتیها، همجنسگرایان و زندانیان سیاسی. وقتی ناسیونال سوسیالیست به وجود اومد، مرزبندی ها شکل گرفت و ایده های ناسیونالیستی جوامع رو به سوی تفکیک بیولوژیک سوق داد تا ملت ها رو به جایی که ازشون اومدن برگردونن. به همین دلیل مهمه که جوانترها درباره این دوره خاص یاد بگیرن، چون ما همچنان امروز شاهد تکرار برخی از اون وقایع تاریخی هستیم. از اقلام شخصی و لباس‌های زندانیان تا اشیای بجامانده از اتاق‌های گاز و کوره‌های جسدسوزی تا عکس‌ها، دست‌نوشته‌ها و نامه‌های قربانیان و بازماندگان و نشانه‌هایی از آنها که هویتشان هیچگاه فاش نشد. از تراژدی اردوگاه آشویتس به عنوان نماد بیرحمی انسان به هم‌نوع خودش در قرن 20 یاد میشه. این در حالیه که پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، دهه‌ها پس از جنگ جهانی دوم، تحلیلگران بر این باورند که دگر ستیزی از جمله یهود ستیزی و افزایش تعصبات مذهبی در جهان همچنان به قسم‌های گوناگون باقی است. صدها نفر در لس آنجلس از این نمایشگاه دیدار کردند تا شاید فریادهای خاموش را با وجدانهای بیدار به یاد بیاورند، بلکه این بره از تاریخ تکرار نشود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.